یو اړ بیا شراغلاس زو او رشتہ سب چدل تناسستو امنګ دا خبرې دا کوو اغه زمنګ ساسو ټولو په ګټه باندې ترڅو بمنګ تاسو تفریح پرونه ګورو موسیقي به ګورو او ترکی او هندي ډرامې به ګورو خپل وخت به تیرو او په هغه مشکلات یا هغه خبرې چې باید منګ تاسو پی پوي شو او کله چې منګ په دې خبرو پوي شو نو بیا منګ کولای شو چې منګ د یو بل مرسته وکړو د دې هواد مرسته وکړو نو ځکه نن رشتہ سب ته ما تکلیف ورکړی چې راشي منګ تاسو چې کومې پښتني لرو د اقتصاد د افغانستان دغه باره کې باید دین څه خو پښتو او دې موږ دغه جواب راکې خو د دې جواب خو زه دین واخلم نه ما دا ویلی چې دې لمه سر ناس ستاسو رائے هم ډیر زیات ستاسو نظر هم ډیر زیات مهم دی نو همایون افغان چې زمونږ ډیر خوګه همکار دی هغه نمې خواسته چې لمون سره مرسو کې ستاسو ترسو کولې شي ستاسو رائے هم او ستاسو نظر هم لمون سره شریک کی نو راځي چې وګورو چې تاسو څه ویلی په دې باره کې د بندر له نجیبی سره د خبرونې لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو درنو هیوادولو خدای دې وکړي چې روغ او رمټ اوسئ نن زه راغلی یم چې د وطني تولیداتو په هکله یو رپورټ جوړ کړم پس ما سره ملتیا وکړئ وګورئ چې زمونږ هیوادوال څومره ښایسته شیان او څومره ارزان شیان جوړ کړي تر څو زمونږ هیواد پرمختګ وکړي السلام علیکم امروز زکی جان گپ میزنیم معلومات کافی بر ما ارائه میکنم زکی جان یک بار دیگه سلام بر شما سلام بر شما و بیننده های محترم خوب تشکر زکی جان بگوین بر ما که چی چیزا ما میتونیم ساخته از تولیدات وطنی گفته میتونیم که تخت های تفلانه است بر کلانه است میزه غذاخوری است کاوچ است این باز چیزا است که در خود افغانستان همیجا ما خود ما جور میکنیم یعنی هر آن چیزی که خصوصا از ترکیه ما زیاد فرنیچر وارد میکنیم در گذشته هر آن چیزی که ترکی باشه ما هم عکسش بیاریم برتون نشان بدیم شما میتونید جور کنین و تولید بکنین بله همیجا جور میشه با مو کوالیتی و با مو صفایی کارش اگر ما بخوایم که تولیدات وطنی خود ما را ارتقا بدیم رشد بدیم آنچه که از خارج از افغانستان وارد میشه از اون چیزا کمتر استفاده کنیم چی باید بکنیم مسئولیت ما افغان ها چیست مسئولیت شانمی است که باید از تولیدات افغانی استفاده بکنیم در رابطه به خوبی ها و بدی های چینایی و افغانی بگیم بر ما جنس های خارجی که از کیفیتش بسیار خوب نیست دیگه تولیدات وطنی است فایدهش به نفع خود مردم افغانستان میرسه هر کسی که استفاده میکنه دیگه کوالیتیش هم از چینایی و باز ترکی و دیگه جنسا کده خیلی بالاست کوالیتیش، کیفیتش، صفایی کارش هم تمام چیزش بسیار زیاد تشکر زکی جان خداوند شما را قوت بده تا به خاطر تولیدات وطنی دوگان توجه بکنید تشکر زنده باشین سلامت باشین بخیر باشین بسیار خوب جوار جان بر چی اومدین شما امروز به اینجا امروز اومده بودم اصلا ممی خواستم بیایم یک الماری بگیرم الماری به حساب ترکی یا چینایی دیگه وقتی که چرا ترکی و چینایی ما گفتم ترکی و چینایی کارش ظرافتش بالاست وقتی که اومدم وطنی را دیدم وطنی باز با کارش بسیار بالا بود و ظرافت باز من پلانم تغییر کرد و گفتم که وطنی میگیرم وطنی کارش بهتر است بسیار جو تشکر کوتا بر از این وطندارای ما چی گفتن داری به خاطر از اینکه استفاده بکنن از تولیدات وطنی ما میگه فقط همی گفتن اینه دارم همیشه فهمیدی از وطنی استفاده کنین کیفیتش بهتر و هر چی که ما و شما که وطنی استفاده کنیم اما قدر کشور ما و شما در حال رشد میشه و اقتصاد ما بالا میره بسیار تشکر زنده باشی بخیر بسیار خوب آقای جمشید چند فیصد ما داشته های وطنی داریم والا بر فعلا خوش شکر است هزار بار شکر است نوشابه از سه کمپانی چهار کمپانی داریم که کلا مصارف افغانستان الحمدلله وطنی است پورا میکنه اینا میوه خشک ما مکمل وطنی است ماست لبنیات بگویم وطنی است حالا بعض پنیر ها سوان حالا پروسس میکنن خوب است وطنی است دیگه غیر مواد شوینده مواد شوینده را بسیار داریم مکمل کل چیزش انشالله پورا میکنه اگر از خارج نبیاید مردم توجه زیاد شود در مصرف امیر شوینده افغانستان بسیار زیاد است تشکر قابلش نیست
کاروبار ما قسمی است که مردم خیلی تشویق میکنن و همچو کارهای سنتی که به شکل مدرن ما میکنیم یا میپذیرن. مردم خود میخواییم که همون قسمی که علاقمند هستن زیادتر علاقمندی بگیرن، چون از قدر ما میخواییم مسئولیت وطن خود استفاده کنیم، با ما اندازه اقتصاد کشور ما پیش میره بالاتر میشه و ما میتونیم کم خود ما رو تقویه کنیم، هم افغانستان خود رو تقویه کنیم. شما خوب هستین؟ خوب هستین. خدا کنم مزاحم نشده باشم. نه خواهش میکنم. شما خیلی نزدیکتر بیاین که تصویر عرصه ما باشم. شما چطور آمدین به جایی که تمامش تولیدات وطنی است؟ شما علاقمندی به لباسای وطنی داشتین یا کس کمرایتون آمده؟ اردوی ما. ما اتفاقا اردوی لباسای وطنی دوست داریم. و دلیلش هم بسیار واضح است، بخاطر که لباس های وطنی همزمان میشه که در چندین جای استفاده شد، هم بیرون استفاده کنیم، در محفل استفاده کنیم، در دفتر استفاده کنیم. نماد از فرهنگ ما در این زمان نماد از فرهنگ ما و از همه مهمتره که از لحاظ نرخ و قیمتایش هم بسیار مناسب است. شما بگین که چقدر علاقمندی دارین به آنچه که دست دخت زنای افغانستان و یا مردهای افغانستان در او سر میگیره؟ در کل آنچه که تولیدات وطنی است چقدر شما خوشحال هستین که از چیزا استفاده کنین؟ ما زیادتر کوشش میکنم که از تولیدات داخلی استفاده کنیم، بخاطر که هم کمک به اقتصاد خود کشور ما میشه و همچنان ظرافت رو میبینیم در تولیدات داخلی خود ما که مالی خارجی ندارم. بسیار تشکر از شما. شکر. از شما همچنان. شما بیننده برنامه بندار لنجیب سرای هستی. خدا دو کلیس تردید ممنون سر امو ملتیا کلیوی رازی سنو برقی همچنان مکرم همائین افغان. Thank you so much. دیر زیاد همونه ندیر خایسته ری پوچو دا چه همائین افغان زمانگ داسی همکار در غریب چه سر نرا واقعی در مخام پر دیر مصروفه ای ماغی تخواستو که دیر منه نا چه دیر زامت دی باس رو واقعا دیر خایسته ری پورتو جور کرده دیر منه نا همائین جانا. خب اینجا دل تما وارو دا یو کس دا ویلی چه اکثرا چې دی د زمنګ تولیدات دکاندار وای لیکنه چې موږ نوشابې هم لرو و چې میوه هم لرو خو خبره داسې چې د خارج د نور هوادرو نشیان راځي نو بیا زمنګ خپل تولیدات خلک دومره نظر نه کوي. په دې باره کې دا راته چې زمنګ فایننس منیسټری یا وزارت مالیه څه رول لوبولی شي، څنګه هغه څه کولی شي په دې کې؟ نجیبه جان پیش از اینکه به سوالات جواب بدم میخوایم یک تشکری خاص از خودت و از مدیریت کننده برنامه ایتان کنم و در قدم دوم از امان جان تشکری بکنم. من واقعا امیال خیلی اگه احساس خوشی میکنم به خاطر ازی که امون نتیجه زحمات ده سالی من امروز نتیجه داد که شما هم یک برنامه به خاطر رشد اقتصاد و رشد تولیدات داخلی جور کردین و در گزارش هم دیدیم که هموطنان ما به اهمیت زی پی بردن که اگر ما تشکری از شما که 10 سال پیش من میفهمم که بسیار سخت بود و که اول دقیقا. قدم شما دقیقا. اول قدم تاسو واخسته و ډیر مانی نه چخ پرونی تر اغلی او دست تاسو سخاوت هیلا کوم هیلا کوم. ببینین یکی از سیاست های حمایوی دولت ها ایست که صنعت نوپا را چطور بتانن اینا حمایت بکنن. تا زمانی که اینا نیاز به حمایت دارن که بتانن در مارکت در مقابل اجناس بیرونی اینا رقابت کرده بتانن. صنعت در افغانستان امروز نوپا است. هم دولت هم مردم و هم خود تولید کننده نیاز دارن که دست به دست هم بتن تا این رشد بکنن. وزارت مالیه، وظیفه وزارت مالیه چی است؟ یک خوب بس فساد است که در ادارات است، متاسفانه در گمرکات افغانستان هم متاسفانه موجود است. جنسی که باید 100% تکس بالای وضع شده او تکس خود بپردازه، لیکن نصف زورت تکس میگیرن و نصف دیگهش قاچاقی میان در داخل مارکت به مخاطر است که میگن جنس خارجی ارزان است و جنس داخلی قیمت است. یکی از دلایل عمده شمی است. و دوم حکومت افغانستان باید چیزی را که ما در داخل افغانستان میسازیم مشابه از او که از بیرون از کشور میره او را مطلقا منع بکنه. مثلا اگر این پیاله ما در افغانستان جور میکنیم و این رقم یک پیاله از دیگه کشور میایه باید اسم منع شوه، هیچ اجازه نده که داخل کشور شوه. مگم بازم اگر زور خب، شوه اگر بگین که ما بس بازار آزاد است و اقتصاد بازار آزاد است، خب درست است. تمام کشورهای دنیا مثل که امریکا امروز به محصولات تولیدات چینی تکس وضع کرد، به می شکل کشورهای دیگه همین کار کردن. افغانستان هم میتونه بیاره، هر کس بره گلاس داخل افغانستان بیاره ولیکن تکس شو بلند کنه. گریت دیره جاتا مننه دماغ لو دمین و روس رازو بیا بندار تا ایدام آور کنم.